به خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تاکید سفیر فرانسه بر شفافیت و تامین امنیت انتخابات. وی میگوید فرانسه در این روند مداخله نخواهد کرد، اما شفافیت انتخابات باید تضمین شود. درباره انتخابات، اصل مهم این است که ما اجنا مداخله نخواهیم داشت. ما به پروسه علاقمندی داریم، نه به نتیجه آن. یک نماینده مجلس نمایندگان آماج یک حمله انتحاری. انتحار کننده میخواست به خانه فریدون مومن وارد شود، اما سوی نگهبانان وی آماج قرار گرفت. تأکید کابل بر انتخاب گرگ و برا به حیث یک متحد راهبردی از سوی واشنگتن. مشاور امنیت ملی میگوید امریکا میداند که مانع اصلی گفتگوهای صلح افغانستان کیست. ایالات متحده در پی آن است تا به جهان و مردم افغانستان بگوید که هم گرگ هم کار و دوست استراتژیک است و هم بره. و افزایش درآمدهای شرکت فیسبوک. تبلیغات گسترده تلفن های همراه پیشرفته از علت های اصلی افزایش درآمدهای فیسبوک گفته شد. سلام و شب شما بخیر. سفیر فرانسه در کابل بر شفافیت و تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که انتخابات به گونه‌ای برگزار شود که نتیجه آن قابل قبول شهروندان افغانستان باشد. وی می‌گوید فرانسه در این روند مداخله نخواهد کرد، اما شفافیت انتخابات باید تضمین شود. سفیر فرانسه درباره امضای پیمان امنیتی کابل واشنگتن می‌گوید که اگر این پیمان امضا نشود، فرانسه نیز مانند کشورهای دیگر سربازانش را از افغانستان بیرون خواهند کرد. سفیر فرانسه در کابل میگوید که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای آن کشور مهم نیست، بل باید روند انتخابات به گونه شفاف صورت گیرد. درباره انتخابات، اصل مهم این است که ما اجنا مداخله نخواهیم داشت. ما به پروسه علاقمندی داریم، نه به نتیجه آن. این به دست افغان هاست که کی را من حیث رئیس بعدیشان انتخاب می کنند. اما ما دو نگرانی خواهیم داشت. نگرانی اول امنیت انتخابات است و نگرانی دوم این که بعد از 16 حمل کسانی که در انتخابات برنده می شوند نتایج را قبول خواهند کرد و یا خیر. سفیر فرانسه درباره امضای پیمان امنیتی کابل واشنگتن میگوید که هرگاه این پیمان امضا نشود، ناتو نیز با این کشور پیمان نخواهد داشت و در آن زمان فرانسه نیز سربازانش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. درباره پیمان امنیتی دو جانبه باید گفت که این بین امریکایی ها و افغان هاست. ما به طور مستقیم در این دخیل نیستیم. ناتو گفته است که اگر پیمان امنیتی دو جانبه با امریکا امضا نگردد، پیمان صوفا را با افغانستان امضا نخواهد کرد. آنگاه این بر ما تاثیر خواهد گذاشت، زیرا اگر اینجا ناتو نباشد، پس قوای فرانسوی در چوکات ناتو نیز در افغانستان نخواهد. بنبست در امضای پیمان امنیتی کابل واشنگتن نگرانی های فراوانه را به همراه شده است. هکنون دیده شود که به این نگرانی ها نقطه پایان داده خواهد شد یا خیر. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر حملات موشکی پاکستان را بر بخش های شرقی کشور به شدت نکوش می کند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی ادامه این حملات را صدمه به روابط دو کشور می داند. اما شمار از نمایندگان مردم کنر در مجلس نمایندگان حکومت را به بی‌پروایی در برابر این حملات متهم می‌سازند. بخش های شرقی کشور به ویژه ولایت های کنر و ننگرهار در سالهای اخیر بارها گواه حمله های موشکی از آن سوی مرز بودند. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر ادامه این حمله ها را نکوهش می کند. ماه گذشته شاید در تمام چیز ابدار راکت آمده و شاید تلفن نداشت. بدبختانه دیروز راکتی که یک راکت آمده یک خانه ثابت کرده در منطقه ترخو بوی ولسوالی مرعوره که این منطقه همسرحد است، همسرحد باجور است و 3 نفر شهید و 5 نفر زخمی. زخمی هم اطفال بودن و شهید هم اطفال بودن. نو دغه منطقې ته د اوسه پورې دا مرمۍ روانې دي. په دې کې موږ شکایتونه د هره ورځ موږ ته راځي او موږ دغه شکایتونه ولسي جرګې او مشرانو جرګې او هم امنیتي چارواکو او پخپله د رئیس جمهور غوږ ته موږ دا رسولي دي. نو تر اوسه پورې په دې باندې څه ندي شوي. اما ناامنسازی این بخش ها از آن سوی مرز، آن هم در آستانه انتخابات، نگرانی هایی را به همراه داشته است. هر قدر که در این ساحه ناامنی باشه،
انتخابات مشروع صورت نمیگیره. انتخابات اگر شوه هم مردم از او رضایت نداره. حقوق مردم پایمال شده میشه، بنابراین مردم میره قبول نمیکنه. با باور نمایندگان ولایت کنر در مجلس نمایندگان، در بیش از دو سال گذشته پاکستان تا 8000 موشک را بر ولایت‌های شرقی افغانستان پرتاب کرده است که این حمله ها نه تنها سبب کشته و زخمی شدن مردمان این بخشا شدند، بل به جنگل ها نیز آسیب رساندند. امریکا باید از میان افغانستان و پاکستان یکی از آن را به حیث متحد و همکار استراتژیک خودش برگزیند. مشاور امنیت ملی با تاکید به مطلب می‌افزاید که امریکا می‌کوشد تا هم گرگ و هم بره را همچون متحدان و همکاران استراتژیکش داشته باشد، که این کار برای افغانستان پذیرفتنی نیست. رنگین دادفر اسپانتا تاکید می‌ورزد که امریکا می‌داند که مانع اصلی گفتگوهای صلح افغانستان کیست و باید این را به گونه آشکار به جهان و مردم افغانستان بگوید. در این حال چک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید که امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن نمیتواند پیوسته به تعویق انداخته شود. دفاع از بره یا چاخ کردن گرگ. کابل باور دارد که واشنگتن دو تربوز را در یک دست گرفته است، یعنی گرگ و بره را در یک کاسه می‌خوراند، کاری که برای کابل اصلا پذیرفتنی نیست. مشاور امنیت ملی این کار را یک دوگانگی در سیاست خارجی ایالات متحده می‌داند. کابل می‌خواهد تا مانع اصلی گفتگوهای صلح را مشخص بسازد تا راه برای امضای پیمان امنیتی هموار شود. ایالات متحده در پی آن است تا به جهان و مردم افغانستان بگوید که هم گرگ همکار و دوست استراتژیک است و هم بره. افغانستان از سالها بدین سو مورد یک تجاوز نظاممند از مرزهای جنوب و شرق خود قرار دارد. آنچه که هر روز مورد حمله قرار می گیرند کودکان، فرزندان و زنان ما هستند. مرزهای ما در معرض حمله توپخانه‌ای قرار دارد و پیش شرط اصلی همکاری استراتژیک و دوستی استراتژیک این است که میان این دوتا باید انتخاب شود. پیش از این سفارت امریکا در کابل گفته است که کلید گمشده صلح افغانستان در دست امریکا نیست. اما آیا واشنگتن نمی‌داند که این کلید در کجاست؟ من می‌دانم که ایالات متحده می‌داند که مانع در کجاست. ما می‌خواهیم آنچه را که در گفتگوهای خصوصی گفته می‌شود علنی کنند و بگویند که مشکل در کجاست. با گفتن این تناقض در سیاست آشکار می‌شود. چگونه شما می‌توانید از یک طرف قربانی متحد استراتژیک بگویید و در کشور قربانی پایگاه داشته باشین و از طرف دیگه آنانی که انتحاری می‌فرستند آنها را هم متحد استراتژیک بگویید؟ کابل دریچه دیگری را برای امضای پیمان امنیتی باز می کند. حالا دیگر آغاز گفتگوهای صلح یگانه پیش شرط کابل برای امضای پیمان امنیتی نیست. ظاهراً دادن چند تضمین هم برای امضای این پیمان بسنده است. هرگاه غیر از شروع مذاکرات صلح راه‌های دیگری هم باشد که ضمانت بکند که افغانستان دارای حق حاکمیت، پرنسیپ یک سرزمین و یک دولت و در هیچ گوشی افغانستان هیچ نوع حکومت ملک و توایفی به وجود نخواهد آمد، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در سراسر کشور همچنان نافذ خواهد ماند، هرگاه هر راه دیگری برای رسیدن به این اهداف کمک بکند، من فکر میکنم باز هم زمینی امضای قرارداد وجود دارد. حالا باید دید که واشنگتن این تضمین ها را به کابل خواهد داد. تأکید مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان و سرپرست وزارت خارجه این کشور بر آغاز گفتگوهای صلح پس از انتخابات نگرانی تازه کابل را به همراه داشته است. نگرانی از مداخله پاکستان به ویژه نظامیان اسلام آباد در امور داخلی کابل. موکول کردن گفتگوهای صلح بعد از انتخابات افغانستان یک بار دیگر نشان می‌دهد که پاکستان می‌خواهد در امور داخلی افغانستان همچنان مداخله بکند طوری که در سه دهه گذشته کرده است و بخصوص در 12 سال گذشته سیاست انتحاری فرستادن، برهم زدن ثبات و امنیت و کشتن فرزندان افغانستان. و ما یک بار دیگر از آنانی که میخواهند متحد ما باشند میخواهیم که
مانی اصلی صلح همان طوری که ما نام میگیریم نام بگیرند، در غیر آن هر نوع آرزوی داشتن روابط استراتژیک مورد سوال مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. با این هم مشاور امنیتی ملی خوشبین است که پیمان امنیتی با واشنگتن پیش از انتخابات به امضا برسد. آقای اسپنتا تاکید می‌ورزد که همزمان با تاکید بر آغاز گفتگوهای صلح، همه درها برای گفتگو درباره پیمان امنیتی باز هستند. در این سو وزیر دفاع آمریکا با تعویق انداختن امضای پیمان امنیتی کابل واشنگتن را ناپذیرفتنی می‌داند. چک هگل می‌گوید که کشورش نمی‌تواند متحدانش را در ناتو برای مدت زیادی در انتظار این پیمان بگذارد. یک نماینده مجلس نمایندگان آماج یک حمله انتحاری در ولایت ننگرهار قرار گرفت. فرمانده پلیس ننگرهار میگوید که انتحار کننده هنگامی که میخواست در منطقه پل بهسود به خانه فریدون مومن عضو مجلس نمایندگان وارد شود، از سوی نگهبان وی آماج قرار گرفت و مواد انفجاری امراش را منفجر ساخت، اما این رویداد تلفات به همراه نداشت. در یک حمله انتحاری دیگر که در نزدیک یک پاسگاه پلیس در ولسوالی پیشراگام ولایت ننگرهار رخ داد، دو پلیس کشته شدند. ننگرهار بامداد روز پنجشنبه را با انفجار در ولسوالی پچیراگام در نزدیکی پاسگاه پلیس آغاز کرد، رویدادی که جان دو پلیس را گرفت. رویداد دوم هنگام رخ داد که انتحار کننده میخواست فریدون مومن نماینده مجلس نمایندگان را در خانهاش آماج قرار دهد، اما انتحار کننده پیش از رسیدن به هدفش کشته شد. بیسود ولسوالی د پله په ساحه کې یو انتحار کون که چې غوښت د فریدون خان مومن پر کور باندې حمله وکړي. هدف یې هغه ځای و د دوی د امنیتي پولیسو لخوا څخه هغه په ډزو وویشتل شو او انفجار یې وکړی. خپل انتحاری وژل شوی دی، هیڅ نوع تلفات نشته. شماری از نمایندگان شورای ولایتی ننګرهار این رویداد را نکوهش میکنند. خواصی چې کوم بیان ورکړه چې په افغانستان کې جهاد رواله، زه نه پوهېږم چې دا خواسي چې دا لس کاله یا دولس کاله د همدې نظام کې اوسېده، همدې نظام نه یې ګټه واخیستله. اوس پورې د خپله ځان ته ولې د جهاد په لیکو کې نه درېده چې چون اوس امریکایانو د وتلو ورځې شولې چې مثال افغانستان ته یو امنیت راشي او د افغانستان نه امریکایان هم وځي. په دغه وخت کې دې دا یو خودغرضه یو بیانی ورکړه. د سیمې هیوادونه استخباراتي شبکې او استخباراتي کړي نه غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات واوسي. د خپل شخصي اهدافو د اغراض لپاره غواړي چې د امریکایانو د وتلو سره دغه نظام ړنګ شي او بیا د 1999 کال ناوړې پیښې بیا تکرار شي. نمایندگان شورای ولایتی ننګرهار این رویداد را به استخبارات کشورهای منطقه پیوند میدهند. وزارت کار و امور اجتماعی از ایجاد برنامه‌های برقی برای گرفتن حقوق بازنشستگان در کشور خبر می‌دهد. وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که این سامانه برای بازنشستگان سهولت‌ها و امکانات بیشتر را مساعد خواهد کرد و در این سامانه 12 وزارت وصل شدند. در همین حال شمار از بازنشستگان از زندگ بودن حقوقشان به شدت انتقاد می‌کنند. روز بازنشستگی در کشور در حال برگزار می شود که هنوز هم بازنشستگان از سهولت‌های لازم برخوردار نیستند. آمنه افضلی از ایجاد برنامه برقی برای گرفتن حقوق ماوار و اضافه شدن حقوق بازنشستگان سخن می زند. ما می خواهیم تمام سیستم بانکی بسازیم، الکترونیکی بسازیم که متقاعدین ما سرگردان نشن برای گرفتن تقاعد خود، حتی به ادارات خود. از سوی هم شماری از بازنشستگان حکومت را به بی‌پروایی در برابر خودشان متهم می‌کنند. اساسی ترین مشکل متقاعدین افغانستان ناکافی بودن حقوق تقاعد تشکیل می‌دهد. به این معاش ناچیز ما یک کمک کرده ما کمک ما فقط دکتر ما همیست که متقاعدین خرچ یک ما معاش یک دگروال یک ماه چپوره نمی‌کنند. یک سال یک ماه چپوره نمی‌کنند. یک نفر متقاعد امروز معاش بگیره ماهانه 20,000 افغانی و یک تکروالی که قبلا عمر خود تیر کرده و استاد همیش وقتا یرباب در این وقت دور و از چل سال سابقه اون در سال میگره در سال میگره اون جانگاه یا چل سال. اما اکنون در حدود 130,000 بازنشسته در کشور وجود دارد که از این میان 40,000 آنان حقوق ماوارشان را از طریق حساب‌های بانکی دریافت می‌کنند. دستور بازداشت 20 خبرنگار در مصر واکنش‌های را به همراه شده است.
دیدبان رسانه های آزاد افغانستان این کار حکومت مصر را به شدت نگاش می کند. این خبرنگاران متهم هستند که با یک سازمان هراس افغان هم دست هستند. بازرسان در حکومت مصر می گویند که 8 خبرنگار متهم تاکنون بازداشت شدند و 12 تن دیگرشان فرار کردند. به گفته این بازرسان از میان این 20 خبرنگار 16 تن آنان مصری و 4 تن دیگرشان خبرنگاران خارجی هستند. پس از سرنگونی حکومت به رهبری محمد مرسی در مصر، خشونت ها در برابر خبرنگاران در این کشور افزایش یافتند. چنان که به تازگی حکومت مصر دستور بازداشت 20 خبرنگار داخلی و خارجی را صادر کرده است. بازرسان در حکومت مصر می گویند که این خبرنگاران به دست داشتن به یک سازمان هراس افغان در مصر متهم هستند. این بازرسان می گویند که در میان این خبرنگاران 4 خبرنگار خارجی نیز متهم هستند که خبرهای نادرست را پخش کردند. این کار حکومت مصر با واکنش‌های تند اتحادیه‌های خبرنگاران جهانی به شمول نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در افغانستان روبرو شده است. نیاد دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان نیز این کار حکومت مصر را خشونت آشکار در برابر خبرنگاران می‌داند و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران جهانی می‌خواهد که برای حل این معضل در مصر پادرمیانی کنند. پرونده سازی و به محاکمه کشانیدن ایده ای از همکاران ما در مصر توسط حکومت مصر سبب نگرانی است، به این دلیل که آهسته آهسته صدای مردم به این وسیله خاموش خواهد شد و فضای مکدر سانسور و گستره مطبوعات و رسانه‌های مصر سایه خواهد افکند. این نهاد می گوید که حکومت مصر با چنین کار می خواهد صدای مردم را خاموش کند. در میان این خبرنگاران به شمول خبرنگار الجزیره، 2 شهروند بریتانیایی، 1 شهروند هلندی و 1 شهروند استرالیایی نیز هستند. تا لحظات دیگر، بیجا شدن هزاران تن از باشندگان وزیرستان شمالی از ترس حمله های هوایی. ادامه خبرها است. طلوع خوش آمدید. هزاران تن از باشندگان وزیرستان شمالی به علت حراس از افزایش حمله های هوایی ارتش بر بخش های قبایلی این کشور خانه هایشان را ترک کردند. این شهروندان پاکستان ارتش این کشور را به کشتن ده ها غیر نظامی در وزیرستان شمالی متهم می کنند. اما مقام های حکومت پاکستان می گویند که عملیات هوایی را برای هدف قرار دادن شبه نظامیان در بخش های قبایلی این کشور براه انداختند. این باشندگان وزیرستان شمالی که از حراس عملیات هوایی ارتش پاکستان از خانه هایشان بیجا شدند، بدون سرپناه در مدرسه ها، مراکز بهداشتی و جاده ها به سر می برند. آنان می گویند که از حراس حمله های هوایی اخیر ارتش بر بخش های قبایلی این کشور صدها کیلومتر فاصله را با پای تعیین نمودند تا به جای امن تر پناه ببرند. دم دریی مشپدن، نمی شیرکشتا، نمی پیدشتا. دغه په دې چې خور پر دلې ډوره د دوی درې ورځې چې راغلي خو دینار غلي چې جټې بمبارۍ وي دا تېپې غارولې تشي تشي کلاسوي کلاسوي نیمې پرېږدي زون په پروته دي دا اسمان لونده دغه سې چات مات نشته او ډېر بچون دا نیمو څنګه سیو بچای پرته بیمار ده سینه خرابه دو اخسر سو اصل نوی. ارتش پاکستان هفته گذشته در واکنش به یک حمله شبه نظامیان بر نیروهای امنیتی این کشور که 20 نظامی کشته بر جا گذاشت، عملیات هوایی را در بخش‌های گوناگون وزیرستان شمالی انجام داد که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته شدند. هرچند باشندگان وزیرستان شمالی ارتش این کشور را به کشتن غیر نظامیان در این بخش‌ها متهم می‌کنند، اما مقام‌های حکومتی پاکستان می‌گویند که در عملیات هوایی ارتش این کشور در 21 ماه روان میلادی تنها شبه نظامیان کشته شدند. پاکستان از آغاز ماه روان میلادی شاهد حمله های مرگبار بوده است. هرچند حکومت پاکستان برای پایان دادن خشونت ها در این کشور همواره از آمادگی برای گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی خبر داده است، اما ارتش این کشور تا کنون از تلاش های حکومت در این راستا حمایت نکرده است. معترضان ضد حکومت در اوکراین بر کنارگیری رئیس جمهور این کشور از قدرت تاکید می‌ورزند. این معترضان که برخی از ساختمان‌های حکومتی را نیز تصرف کردند میگن تا هنگامی که ویکتور یانکوویچ از قدرت کنار نرود آنان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
اعتراضات ضد حکومت در اوکراین در حال ادامه دارند که رئیس جمهور این کشور به علت عفونت تنفسی برای مدت به مرخصی رفته است. ویکتور یانوکوویچ پیش از رفتن به مرخصی مخالفانش را به افزایش خشونت‌ها متهم کرد و میگوید که وی تمامی تلاش‌هایش را برای پایان دادن خشونت‌ها در این کشور انجام داده است. در همین حال مخالفان حکومت اوکراین بر ادامه اعتراضاتشان در برابر حکومت تاکید می‌ورزند و می‌گویند که رئیس جمهور این کشور باید از قدرت کنار برود. میدان وابسته رازیدیاتسه. اینجا را هنگام ترک خواهیم کرد که رئیس جمهور یانکوویچ از قدرت کنار برود و با تعقیبش کابینه تغییر بخورد. در آن صورت ما به خانه های خود برخواهیم گشت و یک رئیس جمهور تازه را انتخاب خواهیم کرد. یک بار به من بینگرید، ژاکت بتن ندارم، ما سرزی حراس نداریم. بگذار نیروهایی که در برابر ما استادند، مقاومتشان در برابر سردی از دست دهند. هر قدر که هوا سرد شود، به همان اندازه مقاومت ما بیشتر خواهد شد. این معترضان برخی از ساختمان‌های حکومتی را در این کشور نیز تصرف کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه آلمان از رئیس جمهور اوکراین می‌خواهد تا به وعده‌هایش که برای مخالفان حکومت کرده است عمل کند. هرچند پیشرفت‌ها در گفتگوها میان دو طرف صورت گرفتند، اما من از رئیس جمهور این کشور می‌خواهم تا به وعده‌هایی را که به مخالفانش کرده است عمل کند. در همین حال پارلمان اوکراین طرح عفو مشروط معترضان بازداشت شده را در این کشور تصویب کرد. بر بنیاد این طرح حکومت اوکراین معترضان بازداشت شده را هنگام آزاد خواهد کرد که هواداران احزاب مخالف ساختمان‌های تصرف شده حکومتی را تخلیه کنند. تا لحظات دیگر، افزایش درآمدهای شرکت فیسبوک. با ادامه خبرها سلو خوش آمدید. درآمدهای شرکت فیسبوک در 3 ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته و شاخص سهام شرکت در وال استریت از 63% بلندتر رفته است. تبلیغات گسترده تلفن های همراه پیشرفته در صفحه فیسبوک از علت های اصلی افزایش درآمدهای فیسبوک گفته می شود. فیسبوک که بزرگترین شرکت در بخش شبکه‌های اجتماعی است، در 3 ماه گذشته بیش از 1.24 میلیارد دلار درآمد داشته است که 53% این درآمد از تبلیغات تلفن‌های همراهی پیشرفته حاصل شده است. شرکت فیسبوک میگوید که از میان 1.230 میلیارد کاربر ماهیانه این شبکه، بیش از 945 میلیون آن از طریق تلفن‌های هوشمند به این شبکه دسترسی دارند و از همین رو شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌های همراه پول زیاد را برای تبلیغاتشان در این شبکه مصرف می‌کنند. فکر کردن در مورد فیسبوک به عنوان یک کسب و کار و اینکه چه مقداری از تبلیغات در نهایت میتواند کاربران فیسبوک را اضافه کند، من فکر میکنم که قطعا این موضوع وجود دارد و برای سرعت دادن کارها قناعت بخش بوده است. بنان ما شتاب میبینیم. به عنوان مثال، تبلیغات برای هر کاربر فیسبوک در 3 ماه اخیر تا 25% افزایش یافتند که هم قیمتها و هم محصولات را هدایت میکنند. فیسبوک تنها در 3 ماه گذشته 523 میلیون دلار سود خالص کسب کرده است که این رقم اضافه شدن 20 سنت را برای هر سهم فیسبوک نشان می‌دهد، در حالی که در سال گذشته میلادی این رقم تنها 3 سنت برای هر سهم بود. بنابراین دیده می‌شود تلفن‌های هوشمند روی درآمدهای فیسبوک اثرات چشمگیری گذاشته است. بازرگانی میان افغانستان و پاکستان به گونه چشمگیر کاهش یافته است. اتاق تجارت و صنایع خیبر پختونخوا میگوید که در حال حاضر افغانستان تنها بخش اندکی از کالاهای بازرگانی را از راه پاکستان و بخش زیاد آن را از راه بندر چابهار ایران داد و ستد میکنند که این کار صادرات پاکستان به افغانستان را تا 1 میلیارد دلار کاهش داده است. اتاق تجارت و صنایع ایالت خیبر پختونخوا میگوید که همکنون بازرگانان افغان تنها 30% از داد و ستدشان را از راه پاکستان انجام می دهند و 70% از این داد و ستد از راه بندر چابهار ایران صورت می گیرد. مشکل در اغلی ده چه پاکستان چه کم ترانزیت تجارت در افغانستان سر ترانزیت که کم کار و اگر دیر کم شوه ده اگر اوس صرف شده که نمون سر دیش فیصد پایت شو او یا فیصد در ایران طرف تلارو و در ترانزیت ریر چه ده کم واریوم ده اگر کم شوه ده دویم زمون چه کم خپل اکسپورت ده افغانستان
هغه یو عرب ډالر حساب سره چې دی کم شوی دی. وای می افزاید که بازرگانی میان افغانستان و پاکستان شکار سیاست شده است و بازرگانی باید از سیاست جدا عمل کند. زما په نظر سره خوجی تجارت چې دی د سیاست نه بالکل بل ساتل غواړي او سن اسپا کې سیاسي وجوهات خامخه شته دی چې هغه په وجه باندې د دواړو ملکونو تجارت چې دی د پرمختګ باندې نه دی. مقام های بازرگانی پاکستان در حالی از کاهش داد و ستد میان افغانستان و پاکستان سخن میگویند که پیش از این بازرگانان افغان چندین بار از مشکلاتی که پاکستان در برابرشان ایجاد میکرد شکایت کرده بودند، اما پاکستان برای حل این مشکلات گام مهمی بر نداشت. این بود خبرهای این ساعت. تشکر از توجهتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.